vocabulary لغات و مربوط میشه به common verb to، افعال عمومی یا عامه دو. A. What do these signs mean? Explain with you can or you can't or cannot. این افعال یا این نشانه هایی که شما میبینین، ساین میگن به اینا، نشانه، علامات، علامه، چه معنی میدن؟ با استفاده از you can شما میتوانید و you cannot or you can't شما نمیتوانید تشریح بکنن که ای علامات و ای ساین ها چه اصطلاح معنی داره در کنار خیابون ها که نصب میشه، کنار جاده ها اگر مشاهده کرده باشین ما ای ساین ها داره. برای ای ساین یا ای علامه شما میتونین نوشته بکنین You can't park here. شما در این قسمت نمیتونین مترخور پارک بکنین، که اگر این کار رو بکنین میبینین در اصلا جهر سقیری که هست متر به اصطلاح ترافیک انتقال داده میشه. بنابراین برای از ساین ما میگیم You cannot park here. شما نمیتونید. در محیطی محلی که ای ساین باشه به این منظور که ما نمیتونیم موتر یا وسیله نقلیه که داریم در اونجا پارک بکنیم. به ای ساین چنانچه شما میبینید یک نلبکی و یک گلاس و بخاری هم که از او به اصطلاح بیرون رفته و یک قسمت هم میشه اکسپرسو. اکسپرسو نوع قهوه میگن، نوع قهوه اکسپرسو میگن. پس میگیم که you can have a coffee in here. با این ساین که شما هر جا دیدین متوجه میشین که او دوربر حتما یک کافی شاپ هست و شما میتونین اینجا کدام نوشیدنی مثل قهوه یا چیزی داشته باشین و از اون استفاده بکنین. پارت بعدی که ما میخوانین we have to go on page 112 vocabulary bank common verb to do part B. بخش بعدی که ما از پارت B باید همراه شما کار بکنیم اینه که ما باید بریم به صفحه 112 vocabulary bank، بانک لغات، common verb to به اصطلاح افعال عمومی دو و پارت B انجام بدیم. و ضمن این که به اصطلاح شمایی که این ویدیو و این تصاویر یا این فایل های آموزشی تهیه کردین و از اونها استفاده کردین، شما میتونین که به سایت هرات نرم افزار مراجعه بکنین و در اونجا شما هم میتونین به اصطلاح آدیوهای این کتاب رو به اصطلاح به زبان اصلی دانلود بکنین. ویدیوهای آموزشی هم همچنین وجود داره و همچنان نرم افزار آموزشی هم که به صورت ستاب شما باز میتونین از او بهره بگیرین در سایت هرات نرم افزار موجود هست و شما دوستان میتونین به اونجا مراجعه بکنین و اونا رو دانلود بکنین. Now we have to go on page 112 صفحه 112 and we have common verb to. We have studied this part before but now we have to do this part, part B. We have done part A. Part A ما جلسه پیشتر انجام دادیم، اما اولا چه که امروز باید کار بکنین از بخش common verb to و هم part B هست، یعنی قسمت دوم این افعال. What you have to do that is listen to unit 4 track 15, listen and repeat the verbs and verb phrases. گوش بکن و تکرار بکن افعال و phrasal verb ها را. در این قسمت شما تعدادی فعل و یا ورب فریز میبینیم. شاید سوال برای شما پیش بیاید که مثلا ورب و ورب فریز چی هست، تفاوت از اینا در چی هست. ببینین ما ورب داریم مثلا اسموک. اسموک یعنی سیگار کشیدن،